سپاسگزارم از اون جوان ایرانی که امروز خیلی شاد شدم در یوتیوب رفته بود و کلیپ های من رو ادیت کرده بود و تیکه هایی که او از اون خوشش اومده بود رو در یوتیوب گذاشته بود و من واقعا اول دیگر متعجب شدم چون واقعا انتظارش رو نداشتم و بعد شاد شدم که سخن من که از نسل سوخته هستن به دل نسل جوان ایران میشینه. برن فسیل های 57 به راه 32 سال گذشته خودشون ادامه بدن و تکرار مکررات بکنن و خیال کنن که سیاسی هستن. خانم آقایون عزیز، برنامه امروزم رو آغاز میکنم با یک خواهشی از شما. دوستانی که به من محبت میکنن و با تلویزیون ایران یک تماس گرفتن و از برنامه من حمایت میکنن، مطلبی رو میخوام باهاشون در میون بذارم. دوستی در فیسبوک یک فن پیج رو باز کرده برای حمایت از برنامه من به نام خسرو فرابهر فنز. دلیلش اینه که ما میخوام یک جمعی رو جمع کنیم که بتونیم با حمایت شما تعداد برنامه های من رو در تلویزیون ایران بیشتر کنیم. کسانی که بخوام در این راستا به برنامه من کمک کنند یاری کنند میتونن مستقیما با خانم عبدی در تلویزیون ایران آیایی تماس بگیرن و ایشون اون مسائل رو با ایشون حتما در میون میذاره، با کسانی که با ایشون تماس بگیرن در میون میذاره ایشون مسائل رو، که من نمیخوام همش روی خط تلویزیون بگم. مثلا اینه که اگه من بتونم یک حمایت مالی جمع کنم تعداد برنامه بیشتر میشه. برنامه‌ای که من الان با شما دارم برای کنار خانم عبدی، برنامه‌ای که من نباید پولی براش بدم، ولی تلویزیون ایران آریایی به حمایت نیاز داره، چون گویا از هفته دیگه ما به ساتلایت ایران میریم و خب کسانی که بیشتر در این تلویزیون برنامه دارن باید بتونن حمایت‌های مالی هم بیارن برای تلویزیون. ولی من چون در اتریش زندگی می‌کنم و خب اتریش با آمریکا فرق می‌کنه از لحاظ آریایی، اینا آگهی و اینا من به کمک‌های شما نیاز دارم. بحث رو اینجا خاتمه میدم، بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، به بحث امروزمون میپردازم. بحث امروز من متاسفانه باید بگم و شرمنده هستم از اینکه این رو میگم و خجالت میکشم در پیشگاه مردم بینندمون، ولی متاسفانه باید درباره علیرضا نوری‌زاده صحبت کنم. چرا میگم متاسفانه و چرا میگم شرمنده؟ برنامه هفته قبلم که با شما بودم گفتم میخوام درباره تاریخ پان عربیسم و همچنین در خاورمیانه صحبت کنم. پان عربیسم چیه و چه تأثیری در سیاست ایران در تاریخ معاصر داشته؟ جمال عبدالناصر و یاران جمال عبدالناصر و خیانتهایی که هواداران ایرانی او به ایران کردن. و همچنین میخواستم مطلبی درباره علی اکبر دهخدا براتون بیارم، ولی متاسفانه مسائلی که در یکی دو هفته گذشته پیش اومد، مسئله سردار مطیع و آقای نوری‌زاده، من با خواهش بسیاری از دوستان روبرو شدم که از من خواستن بحث آقای نوری‌زاده رو در این تلویزیون انجام بدم. در تلویزیون قبلی که من در کنار خانم عبدی بودم یک برنامه مخصوص برای ایشون داشتم، گفتم یک بار هم در این تلویزیون این برنامه رو اجرا میکنم. حقیقت رو بگم، من در این باورم که امثال فسیل‌های 57 مثل آقای نوری‌زاده و یارانش سال هاست که ما رو به خودشون سرگرم کردن و باعث شدن که ما نتونیم به جمهوری اسلامی بپردازیم. من این رو برای این میگم که دوستان خیال نکنن من فراموش کردم دشمن من جمهوری اسلامی، ولی متاسفانه گاهی اوقات ریگی در کفش ماست، در اون چکمه هایی که پوشیدیم میخوایم به جمهوری اسلامی بجنگیم، گاهی اوقات ریگی وارد میشه که بعد اون ریگ رو در بیاریم و علیرضا نوری‌زاده یکی از اوناست. باز هم میگم با شرمندگی برنامه امروز رو به این شخص اختصاص میدم و این مبحث ننگین رو میبندم و هفته های دیگه مثل هفته های دیگه در برنامه خودم از هویت ملی ایرانی برای شما میگم، از سامانه پادشاهی رو شما میگم، از تاریخ معاصر ایران و مسائلی که مهمتر از علیرضا نوری‌زدک ها باید گفت، گجستک ها باید گفت، که واقعا جز مزاحمت برای نسل سوخته من ثمره ای نداشته. بحث رو آغاز میکنم. این رو هم بگم، برخلاف آقای علیرضا نوری‌زاده که در برنامه های خودش تلفن خودش رو میبنده، من هفته قبل در برنامه خودم این توضیح رو دادم و گفتم آقای علیرضا نوری‌زاده میتونن در نیم ساعت آخر برنامه من که تلفن ها باز میشه از ساعت 10 به وقت اروپا تا 11:30 شب به وقت اروپا برنامه من هست، نیم ساعت آخر تلفن های برنامه بازه
واقعی علیرضا نوری‌زاده هم میتونن بیان و پاسخ بدن. همچنین من هفته قبل در تلویزیونی که نام نمیارم و آقای نوری‌زاده برنامه ساز هستن رفتم، مدیر اون تلویزیون رو به چالش کشیدم، متاسفانه با داد بیداد و فریاد مدیر اون برنامه مواجه شدم و تلفن آنها قطع کرد. ولی در اون چند ثانیه که جزئی صحبت داشتم بهشون گفتم که برنامه من امروز انجام میشه در تلویزیون ایران آریایی و اینا میتونم بیان رو خط تلویزیون، البته بدون عربده زدن و فحاشی و توهین و سانسور صحبت خودشونو در یک محیط متمدنانه که به قرن 21 یا بهتر بگیم به قرن 26 تاریخ پادشاه ایران همخوانی داره بیان کنم. ببینید خانم آقایون، من بارها عنوان کردم و در صحبت‌های خودم رو هم سانسور نمی کنم که هوادار کیان پادشاهی و بر این باورم که سامانه پادشاهی هم چیزیست که ما از اون به عنوان یک حکومت ایرانی یاد میکنیم. حکومت ایرانی برای مردم ایرانی یعنی پادشاهی پارلمانی، پادشاهی که موفق شده ایران شهری ما رو پاس بداره. چه تمدن‌هایی بودند که روزگاری بر این سرزمین ها خدایی می کردن در همین خاورمیانه ما کجا هستند؟ نام و نشانی هم ازشون باقی نمونده. کجا هستند میتانی ها؟ کجا هستند هتیت ها؟ کجا هستند بابلی ها؟ رفتند و دیگر نیستند. کجا هستند ایلامی ها؟ این ایران ماست که پاورجا مونده. ایران ما داره یک هویت ملیه، هویت ملی ما، هویت فرهنگی و تاریخی ما، آداب و رسوم و سنت این ملت کهن آریابوم ما پدیده ایست استثنایی. من تعجب میکنم که ما ایرانی ها خودمون رو دست کم میگیریم. من دیدم بعضی از این فدرالیست ها میان نمیدونم مثال های عجیب غریب از کشورهایی میزنن که تا 300 سال پیش وجود نداشته. اینه رو اونها بگم که ایران کهن‌ترین کشور جهانه. یه بار دیگه میگم ایران کهن‌ترین کشور جهانه. کافیست به بازمانده های شهر سوخته بریم، کافیست به بازمانده های تمدن ایرانی در نزدیکی های شهر جیروف بریم که در اونجا کهن‌ترین دست نوشته انسانیت رو در سال 2002 کشف کردن. هویت ملی ایران هویتی مصنوعی نیست مثل کشور عراق. هویت ملی ایران مصنوعی نیست مانند بعضی کشورهای اروپایی. هویت ملی ایران با پا گرفته از وحشیت و بربریت تمدن بردجو و بردکش و انسانکش رومی نیست که مانند کشور اتریش تا سال 1807 امپراتور اتریش خودشو جانشین امپراتور روم بدونه. نه، ایرانی و پادشاه ایرانی فقط جانشینان کوروش بزرگ بودن، جانشینان پادشاهان ما بودن و خاطره از کیانیان داشتن. ما هویتمون هویتی است طبیعی. وحدت ملی ایران وحدت ساختگی نیست. این آن جواهری است که از نیاکان ما به ما ارث رسیده و من یکی اجازه نمیدم که برای من نوری‌زاده ها هزارها تاریخ ایران رو قربانی امیال و هوس های وایس آف آمریکا و بی بی سی بکنن. ایران و ایرانی هویت خودش رو حفظ میکنه و در این راستا سامانه پادشاهی بر باور من البته جزوی از این هویت ملیه. پادشاه هدافند میکنه از ایران شهری. این برگردان واژه پادشاهیه. خانم آقایون، من از اون نسل سوخته هستم. شاید من آخرین نسلی باشم که طعم تغذیه رایگان محمد رضا شاه پهلوی آریامهر رو چشید. من از اون نسلی هستم که برای اون پرورانده شدم در دستگاه پادشاهی پهلوی. جز اون فرزندان مدارس پهلوی هستم که ما رو به آرزوی رسیدن تمدن بزرگ، به غرور ملی، به افتخار به تاریخ ایران پروروندن. ما زاده نشدیم و ما در آموزش‌های آموزشگاه‌های
پهلوی بار نیومدیم که نوکری میرانه رو بکنیم. دلیل نفرت من و این رو واضح برای شما میگم، اولا توضیح بدم، من شخصی هستم که هرگز نمیذارم احساساتی که دارم و بر اونها هم افتخار میکنم، مثل میهن پرستی و شاه دوستی، هم اجازه نمیدم ولی این احساسات من خرد من رو کور بکنه. خرد من پایه سخن منه و هرگز نمیذارم دیو دروغ بر من سوار بشه. آن نیایش زرتشتی رو که برای شما بارها گفتم، اشم وهو و هیچ دمستی، اوشتا هستی اوشتا احمایی، هیاد اشایی و هیشتای اشم، یعنی چی؟ یعنی راستی بهترین نیکی هاست، شادمانیست، خوشبختیست برای کسی که راستی را برای بهترین راستی ها بخواد. ما دروغ نمیگیم که خوشبخت بشیم، ما راستی رو برای خود راستی میگیم. ما باور نداریم که دیو دروغ ناخدای کشتی آزادی ما میشه. آنها که فکر میکنن دروغ گفتن اونها رو، کاروانشون رو به مدینه فاضلشون میرسونه، اونهایی بودن که سال 57 زیر هوای خمینی قایم شدن. آقای علیرضا نوری‌زاده یکی از اون افراد بود. من امروز در برنامه خودم با سند مدرک و فیلم میخوام چند نکته رو به شما نشون بدم. دلیل احساس بدی که من نسبت به آقای نوری‌زاده دارم و امثال و اینه که سالهاست این شخص در رسانه‌های مختلفی تأثیر گذاره، مرد هزار صحنه هاست، ولی هرگز به نسل سوخته من، امیدوارم دوستانی که در پادکست هم امروز صدای من رو میتونم پخش میکنن امروز در با صحبتهای من همراه باشن و خوشحالم که صحبتهای من پخش میشه. دلیل دوری من از آقای نوری‌زاده اینه که ایشون در رسانه‌های مختلفی تا حالا تونستن صحبت بکنن، ولی هرگز تلفن‌هاشو برای نسل سوخته من و دیگر اندیشان باز نذاشت. هرگز نوری‌زاده که در قصر بلورین ویساب آمریکاش با میلیون‌ها دلار دولت آمریکا میشینه و هر هفته و هر بار که دلش بخواد آن صحبت‌هایی میکنه که از پایه و اساس دروغه و من اون چند مثالش رو براتون میارم، هرگز تلفنش رو باز نمیکنه که پاسخگوی سخنان ما باشه. امروز خود آقای علیرضا نوری‌زاده به منبع یک سانسور تبدیل شده، اجازه برخورد اندیشه ها رو نمیده و من امروز فکر میکنم که کار من و نسل من اینه که ما گره و زنجیر این فسیل های سوخته 57 رو که فکر میکنن اجازه دارن برای نسل های دیگه سرنوشت سازی بکنن رو، ما باید جلو اونها رو بگیریم و من این کار رو در برنامه های خودم ماه هاست که دارم انجام میدم. ای کاش دوستان حمایت میکرد. ریاکاری و دروغ همین عزیز من در صده هایی که ایران پیش از اسلام خداوندگار جهان بود و نیاکان ما مشعلدار تمدن انسانی بودن، در اون روزگار که پادشاه ایران زمین سرور بود و امپراتور بردکش رومی والریان در برابر او زانو میزد، در اون زمان در اون صده نیاکان ما نوری‌زاده ها رو و سازگارا ها رو و وایس آف امریکا ها و بی بی سی های اون زمان هم بوده، فکر نکنید نبوده، اون موقع الکترونیکی نبود ولی بودن، ولی در کشور ما جایی نداشتن. اون موقع بله تاریخ نگاران یونانی و رومی هم بودند که از روی کینه و نفرت نسبت به ایران زمین و دشمنشون ساسانیان و اشکانیان و این مسائل می نوشتند و می بافتند، ولی ملت ایران به اونها بها نمی دادن. من در یکی از برنامه خودم با خانم عبدی و این کار در برنامه خودم بیشتر تکرار خواهم کرد، برای شما تاریخ کوتاهی از تاریخ نگاری رومی بر ضد ساسانی برای شما خواهم آورد. یه بار این کار کردم، دوباره تکرار میکنم. امروز ما با دشمنی روبرو هستیم که در کشور راستی ها و پاکی ها تقیه رو رواج میده. تقیه وقت کار آخون نیست، تقیه کار علیرضا نوری‌زاده هم هست.
برای اینکه صحبتمون به سندیت کشیده بشه، من کلیپ ها رو آغاز میکنم و از دوستان فنیمون پوزش میخوام که شماره ها رو من امروز رعایت نمیکنم زیاد. ازشون خواهش میکنم اگه امکان داره کلیپ شماره 3 رو آماده کنن. این کلیپ رو اگه ببخشید کلیپ شماره 4 رو اگه ببخشید کلیپ شماره 4 رو اگه آماده کنن که این کلیپ رو ما در دو قسمت پخش میکنیم. قسمت اولش دقیقه اول صحبتهای ایشونه و بعد قسمت دومش رو بعد از صحبتهای کوتاهی پخش خواهم کرد. اگه دوستان اتاق فنی صدای منو دارن قسمت اول کلیپ 4 رو برای دوستان پخش کنن خوشحال میشم. خواهش میکنم. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم، یه خبر خوب دارم. چند وقته بهتون میگفتم میخوام با سردار متی صحبت کنم، نمیشد، من سفر بودم، بعد سردار خود حال نداشت، ولی خوشبختانه به کوری چشم ولایت جهل و جور و فساد سر حال سر پا مبارز و در راه ادامه آرمانهاش خودش و دوستانش در گروه جمع یاران فعالیت میکنه و الانم پیداش کردم، گفتم فرصت غنیمت، سریع در این بخش بریم سراغش، احوال پرسی بکنیم و کلی برامون گزارش داره در این مدت چه کردن. حالا شنیدید که این بهزاد معصومی عزیز، خلبان، دوست عزیز من، موفق شد بیاد. ما تا زمانی که شمال عراق بود، دوستان عزیز، این قسمت اول برنامه آقای نوری‌زاده بود در زمانی که متن آقای متی رو میگفت و قسمت دومی رو الان براتون پخش میکنیم. این هم در متن آقای متی، زمانی که نوری‌زاده طبق عادت قدیمیش در حال قلوف کردن، بزرگ کردن و بذارید روک و پوسکنده بگم چاخان بازی بود. قسمت دوم این کلیپ رو هم اگه دوستان پخش کنن، چون وقتمون کمه و من دلم نمیاد همش با صحبت‌های نوری‌زاده حال شما رو بد کنم. به دروغ قسمت بعدی مداحی آقای نوری‌زاده، زمانی که رفیق سردار متی بود و کیسه الماس هنوز نورافشان بود، اگه لطف کنن قسمت دوم رو هم پخش کنن خواهش میکنم. آتیشی که هستش اونو خیلی راحت میشه خاموش کرد، یعنی اما چون بیده نمیشه کار خودش رو میکنه، از زیر میره سوزونه. و اینو من با این ریه های سوختم قسم میخورم که بچه های جمع یاران کار خودشونو دارن با تمام قوا انجام میدن، لحظه ننشستن و تا پیروزی نهایی نخواهند نشست انشالله به لطف الهی. و امیدوارم سردار این سینه سوخته تو هر روز صافتر و راحتتر باشه و همونطور که تالا تونستی این همه، واقعا من از نزدیک شاهد خدمات و زحمات تو بودم و میدونم که پیروز خواهیم بود. میدونم با وجود انسانهایی مثل شما که از دریغ جانشون در جبهه دریغ نکردن، از دادن سلامتی و جوانیشون، الانم در صف مبارزان با تمام وجود دارن تلاش میکنن. درود میفرستم به من یه چیزی میتونم خدمتتون عرض کنم، برای شما ضربه نمیزنه؟ نه عزیزم، با کمال میل، خیلی هم هیچ وقت شما ضربه نمیزنه. نظامیه، تروریستی نیست، نظامیه. خواهش میکنم بگویید. ملت ایران منتظر باشن که سربازانشون در همین روزها، حالا که همین روزها میگم فردا پس فردا، در همین ماهای آینده با یک اقدام برق‌آسای نظامی بدون اینکه آب از آب تکون بخوره حکومت تسلیم ملت بکنه. آرزو میکنم و واقعا من به حرفای سردار متی اعتقاد دارم، برای که بهم ثابت کرده. درود میفرستم. من در پشت همین برنامه آبروی سیاسی اجتماعی، اون یه ذره آبروی که داریم، چهره سیاسی یه ذره که در نزد چند تا از لاقل یاران، دوستان مشتاقان شما داریم، تعهد میکنم این مسئله رو. منم آرزو میکنم که همچنان استوار، پایمرد، سلامت. و درود میفرستم به دوستان عزیز. کلیپ رو دیدید، این کلیپ رو شنیدید و دیدید صحبت‌های آقای نوری‌زاده رو.
من یه مسئله رو میخوام به دوستان توضیح بدم. در این که آقای علیرضا نوری‌زاده و نسل روشنفکران 57 تخصص در گول خوردن دارن و وقتی با اونا ما میشینیم صحبت میکنیم میگن از تجربه سیاسی ما استفاده کنید، من با اونا میگم شما تجربه سیاسی ندارید، شما نماد گول خوردنید. یک بار ادعا میکنید که آخوند بی سوادی به نام خمینی کاروان روشنفکری شما رو به کربلای ایران زمین برد، یه اومدید گفتید که رفسنجانی گولتون زد، یه بار خاتمی گولتون زد، یه بار نمیدونم موسوی گولتون زد، یه بار سردار متی گولتون زد. من یه بار به شما میگم، یه بار من با آقای نوری‌زاده و دوستانش پیشنهاد میکنم صحبت از تجربه سیاسی نکنن. شما برای نسل من نمایشگاهی از گول خوردن هستید و من گاهی اوقات فکر میکنم کسی که یه بار گول میخوره از ارتجاع مذهبی ایتس اوکی، دو بار گول میخوره ما به ایرانی بودن میبخشیم، کسی که 4 بار 5 بار 6 بار از ارتجاع مذهبی گول میخوره من فکر میکنم دلیلش اینه. آقای علیرضا نوری‌زاده، من با خانواده شما مشکلی ندارم، ولی شما با زیگموند فروید که آشنا هستید آقای علیرضا نوری‌زاده؟ زیگموند فروید با آلمانی، البته من رو خوندم، بهش میگه ویدوهولونگ سوانگ، یک مسئله معروفیه با آلمانی. زیگموند فروید میدونید که به اصطلاح همشهری من از وین بود، میگه ویدوهولونگ سوانگ، یعنی این رو فارسی میگن اجبار به تکرار. و زیگموند فروید بر این باوره که ریشه این ویدوهولونگ سوانگ یعنی اجبار به تکرار در کودکی انسان ها نهفته است. اینکه شما آقای نوری‌زاده پدرتون رو نمیتونستید انتخاب کنید، ولی پدر شما سید نورالدین بود، آخوند بود، تا زمانی که اومد از نجف برگشت، به رفت 2 سال نجف، شما در نجف به گفته خودتون عربی یاد گرفتید، پدر شما اونجا دروس آخوندی رو تمام کرد و بعد شما با زبان عربی آشنا شدید، بعد از آن نجف پدر شما، پدر گرامیتون، احترامت توهینی نمی کنم چون من قصدم توهین به خانواده کسی نیست، پدر عمامدار شما آقای سید نورالدین از نجف به تهران برگشتن و رفتن در محضر آقای شمس قناتآبادی. شمس قناتآبادی میدونید کیه؟ شمس قناتآبادی از یاران تروریست های فدایان اسلام و یار نزدیک آیت الله کاشانی. انگار محضر در ایران کم بود که آقای شیخ نورالدین، یا بهتر بگیم ابو نوری‌زاده، وقتی که میخوان محضر دار بشن میرن شاگردی شمس لا کاشانی، یار آیت الله کاشانی، فدایان اسلام. و جالبه، من چند تا نکته رو اگه دوستان اجازه بدن بحثمون رو باز میکنیم، ولی قبل از اینکه بحث یهود ستیزیه و چرا آقای نوری‌زاده و یارانشون در زمان پهلوی یهود ستیز بودن و طرفدار یاسر عرفات و اونها رو سند براتون بیارم، برای اینکه کلیپ های قبلیمون دروغ های آقای نوری‌زاده رو بفهمیم، از اتاق فرمان خواهش میکنم برای تکمیل اون 2 کلیپی که پخش کردیم کلیپ سومی رو پخش کنن. امیدوارم این رو درست فرستاده باشم براتون، در جایی که آقای نوری‌زاده از متی میگه و یه جورایی میگه که انگار متی رو نمیشناخته و انگار ایشون رو مجبور کردن که با متی تماس بگیره، یه قسمتایش رو پخش کنن، کلیپ شماره 3 اگه لطف کنن. سپاسگزارم. علیرضا نوری‌زاده پنجشنبه 5 شنبه 9 ژوئن 19 خرداد به شما سلام میکنم. عجب نمایش خنده‌داری بود، عجب نمایشی بود، عجب نمایشی. این من هیدر 207 مصلحی به اضافه من قاسم 309 سلیمانی به اضافه من حسین 407 طائب برای شما تدارک دیده بودم. داستان خیلی جالب بود. آقای محمد رضا متی، سرداری که چند هفتهی در برنامه من اسباب سرگرمی شما شد، دلم سوخت برای متی. آن متی که دیدم آن متی نبود که میشناختم دیده بودم. شکسته و خورد، چگونه قانعش کرده بودن؟
انسان ها وانربل میشن، یعنی شکننده. یه همسرش در ایران بود، دخترش بود. کافیست به یه پدر بگن دستشون رو به سوی دختر بلند کنن، پدر کلافه میشه. پدر اونم از راه دور بشنوه که دخترش مورد ظلم قرار گرفته، مورد تعرض قرار گرفته، و پدر حاضر هر کاری بکن. پدر و دخترشون خیلی دوست دارن، پسرشون هم دوست دارن، ولی دختر فرق میکنه. مدحی گریهش رو دیدم، مناجاتش رو دیدم، اون لحظه‌ای که درد تمام وجودش رو گرفته بود و با آمپول کورتون دوتا به بازوش میزد و 80-90 تا قرص رو میریخ بالا، دیده بودمش. مدحی درداش رو شناخته بودم، باش حرف زده بودم، درد دل کرده بودم. اون وقتی که همدیگر رو دیدیم دردهای بسیار داشت، اما همیشه هم یک کیسه میگفت داره که توش سنگ قیمتیه. البته بنده هیچ وقت این کیسه رو ندیدم، همیشه هم سعی کردم زمینه باشه برای کمک به او. به هر حال با زن و بچهش زندگی میکرد، درآمدی نداشت. یه وقت به من گفت دلش تنگ شده برای ناودون طلا، آرزوش اینه که بره سفری بکنه و به مکه بره. کمکش کردم که بره. بعد میاد داستان تعریف بگاره، سفیر آمریکا منو دید، خانم کلینتون دید، سعود الفیصل دید. اینا همه افسانه است، همه دروغه. یا بهش گفتن بگو، یا مجبور شده بگه، یا افسانه بافته که خودشو بزرگ کنه. من تقریبا از هفته چهارم پنجمی که باش صحبت میکردم متوجه شدم لنگی در کارش هست. یکی این که راجع به آقای خامنه‌ای حرف نمیزد، دوم این که علیه جنبش سبز بلند شد، علیه آقای موسوی و آقای کروبی که من قطع کردم. یه دفعه یادتونه برنامه قطع شد، برای اینکه بهش گفتم اصلا چنین نیست. این دو انسان هرچی هم در گذشته بودن آزاد مردن، ایستادن و مردم ایران اومدن پشتشون ایستادن و کارتو درست. امیر فرشاد ابراهیمی که اولین بار با آقای مدحی آشنا شده بود به من هشدار داد، انصاف اینجا بگم چندین نوبت به من هشدار داد، حالا غیر از مطالبی که خودش می نوشت. اما من همیشه اینجوری آقای مدحی رو می دیدم که حتی اگر پروژه باشه من که باهاش زندگی نمیکنم. دوستانی به من آقا میزنه میکشته، من باهاش شب زیر یک سقف نشستم و نترسیدم. اشکش رو که دیدم اشک دروغ نبود. چه شرایطی داشت که وادار شد نمیدونم. در آغاز آدم صادقی بود، حداقل تا اونجا. دوستان عزیز، قسمتی این قسمت رو در اتمام صحبتهایی که قبلا براتون پخش کردم گذاشتم. چند نکته اینجا به شما اشاره میکنم، چون من نام تلویزیون ها رو نمیخوام در این تلویزیون بیارم. در اون تلویزیونی که نام نمیارم، آقای نوریزاده با مدیر اون تلویزیون هفته قبل برنامه داشت و در اونجا گفت اصلا مدحی رو جدی نمیگرفت. من دو تا کلیپ برای شما قبلا پخش کردم. در یکی از کلیپ آقای نوریزاده برگشت گفت به کوری چشم دشمنان قربانت برم که آمدی. بعد در جای دیگه ای آقای سردار مدحی برمیگرده میگه ما الان در ایران کودتا میکنیم، مردم بشینن خونه هاشون، بی خیال تظاهرات، ما حکومت رو میدیم به مردم. اون جریان مال 28 نوامبر 2010 بود و خب من دوست داشتم آقای نوریزاده پای برنامه منم میومد و توضیح میداد که شما و یارتون آقای مدحی که به مردم میگفتید خیالتون راحت باشه، پاسدارا الان حکومت رو میدن دست شما. این 28 نوامبر 2010 بود دیگه. اگه میشه این موبایل فرشتگان خدا رو به ما بدید که ما از اینا بپرسیم چی شد. آقای نوریزاده، من نه با شما دشمنی دارم نه مشکل شخصی با شما دارم، مشکل اینجاست آقای نوریزاده، من از دروغ گفتنهای شما خسته شدم. شما میگید گول خوردید، اشکالی نداره، بیاید معذرت بخواید. من در اروپا زندگی میکنم و در اروپا اگه خبرنگاری مسئول رسانه‌ای خبری رو شایعه‌ای رو پخش کنه که نادرست بوده، میاد معذرت خواهی میکنه و در برنامه دیگر به این مسئله اشاره میکنه. شما نه تنها این کارو نمیکنید آقای نوریزاده، بلکه انگار ما در دنیای مدرن نیستیم که دونه دونه کلیپ های صحبت های شما در رسانه های اینترنتی موجوده و بایگانی شده.
شما انگار و نه انگار انقدر در کاخ استبداد وایس آف آمریکا جاتون محکمه که فکر میکنید چون در وایس آف آمریکا تلفن‌ها سانسور میشه شما هرچی دلتون بخواد میتونید بگید. ولی این جواب داره آقای نوری‌زاده. من این خانم آقایون، این امروز آقای نوری‌زاده بود. بحث آقای مطی و نوری‌زاده رو اینجا هم پایان میدم، وارد بحث گذشته آقای نوری‌زاده میشه. خانم آقایون عزیز، امیدوارم شما با من هم‌عقیده باشید. ما نیومدیم اینجا به نسل 57 ایراد بگیریم به خاطر کاری که 32 سال پیش کردن. مشکل ما اینه که اینا امروز همین کارو میکنن. آقای نوری‌زاده ای که شعر عاشقانه برای خمینی مینوشت، امروز همون شعر عاشقانه رو برای موسوی مینویسه و میگه در وایس آف آمریکا و در مدای دیگه، به گونه ای که حتی اگه کسی به خودش اجازه بده از موسوی ایراد بگیره، آقا بلند میشه وسط برنامه فلان برنامه ساز میاد تلفن میکنه و به او دستور توقیف، دستور پایان برنامه میده. آقا علیرضا نوری‌زاده، شما شعر عاشقانه برای خمینی میگفتی، حالا همون شدی شاعر آقای موسوی؟ آقای نوری‌زاده، من مشکل شخصی با شما ندارم، من هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم که شما ابراز عقاید بکنید. چرا؟ چون مطمئنم در یک برخورد متمدنانه، در یک گفتمان سیاسی، من میتونم به همیهنانم نشون بدم که بار سیاسی شما اون باری نیست که آرزوی ما ایرانیان برای تمدن بزرگ باشه. آقای نوری‌زاده، مشکل ما گذشته شما فقط نیست، این امروز شماست. آقای نوری‌زاده، مشکل من یهودی ستیزی شما در گذشته است و این چه زمانی که جورج بوش میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه شما یه متحد اسرائیل میشید. من نمیفهمم اون زمانی که شما شایع است، امیدوارم بیاید تکذیب کنید، که شما کتاب فلسفه انقلاب جمال عبدالناصر رو که یک سال بعد از کودتای خودش نوشته بود، در اواخر دهه 60 میلادی، اوایل 70 میلادی، کتاب فلسفه انقلاب مصر جمال عبدالناصر رو که پر از یهودی ستیزی بود رو به فارسی برگردوندید. اون زمانی که شما، اگه اتاق فرمان به من کمک بکنه چون میخوایم با سند صحبت کنیم، تصویر شماره 2 رو اگه میشه، اتاق فرمان من صداتون رو ندارم، اگه لطف کنید به من بگید تصویر شماره 2 آقای نوری‌زاده و عرفات رو در جلوی تلویزیون بذارید، صحبت‌های ما با سند باشه اگه امکانش هست. خیلی متشکرم دوستان عزیز. شما الان در تلویزیون ایران آریایی شاهد یک صحنه‌ای هستید. من پوزش می‌خوام که این عکس‌ها دل شما رو به درد میاد. از سربازان آیین پادشاهی هم سپاسگزارم. این تصویر سیاه‌سفید، شاید خوب دیده نشه، صحنه یک بوسه عاشقانه آقای علیرضا نوری‌زاده و آقای یاسر عرفات. این صحنه رو شما در مجله خود آقای نوری‌زاده که ایشون سردبیرشون بودن، در اونجا این مقاله رو گذاشته بود و عکس در مجله خود ایشون بود. نام مقاله آقای علیرضا نوری‌زاده در اون سالها که هنوز خمینی امام ایشون بود و تیمسار رحیمی ها ادام می شدن، و آقای نوری‌زاده برای شما در این برنامه میگم چه مقاله توهین‌آمیزی نسبت به کشته شدگان ارتش شاهنشاهی نوشته بود، به اونجا هم می رسید. پای این تلویزیون باشید، از این برنامه حمایت کنید تا این صحبت ها که در وایس آف آمریکا گفته میشه در اینجا با شما در میان به میان گذاشته بشه. نام این مقالش هست نامه ای به برادرم ابو عمار. آقای نوری‌زاده مثل که برادر ناتنی داشتن که از فلسطین بودن، به نام یاسر عرفات. نامه ای به برادرم ابو عمار. برادرم ابو عمار، خوش آمدید. البته من صلی الله محمدش رو نمیگم، مثل که آقای عرفات شیعه نبودن و اینجا صلوات نگفتن. من از روان آقای عرفات پوزش میخوام که صلوات فرستاده نشد. آقای نوری‌زاده در اینجا میگه نامه به برادرم ابو عمار. لطفاً هنوز تصویر رو بذارم دوستان در تلویزیون که این صحبت رو میکنم ببینم ما با سند صحبت میکنیم و عکس موجوده. نامه به برادرم ابو عمار. برادرم ابو عمار، خوش آمدید. باور کنید با وجودی که چند بار شما را دیدم و دو بار به طور خصوصی با شما صحبت گفتم، حتما جوانی هم با هم یه قل و قل بازی میکردن،
چون آقای نوریزاده عادتی که دارن درباره مثلا امپراتور ژاپن هم که صحبت میکنن میگن بله بابای ایشون رو من میشناختم و با امپراتور ژاپن یه قل و قل بازی میکرد. میگه با وجودی که چند بار شما رو دیدم و دو بار به طور خصوصی با شما سخن گفتم هنوز نمیتوانم قبول کنم که شما رویاروی ملت من ایستاده ای و فریاد زده ای سلام بر ملتی که راه ما را تا بیت المقدس کوتاه‌تر کرد. آقای نوریزاده، شاید همین جمله‌ای که شما برای ابو عمار یاس عرفات فرستادی شاید دلیلش همون باشه که در وایس آف آمریکا وقتی خانم ستاره درخشش حجت الاسلام کدیور رفیقتون رو آورده بود و آقای حجت الاسلام کدیور به دروغ گفت که شعار نغزه نه لبنان جانم فدای مردم ایران جانم فدای ایران جوانان ایران رو به دروغ گفت، هم غزه هم لبنان در همون وایس آف آمریکا بود، شاید دلیلش این بود که شما هم جاتون اونجا چون رو گفتید فریاد زدید سلام بر ملتی که راه ما رو تا بیت المقدس کوتاه‌تر کرد. برادرم ابو عمار خوش آمدید، شما همچنان ناگهانی قدم بر دلهای ما گذاشتید که ما نتوانستیم سفره ای از دلهای خونینمان در برابر قدوم شما و همراهانتان بگستریم. آقای علیرضا نوریزاده، دلهای خونین شما یا اجساد سران ارتش شاهنشاهی که توسط شما و یارانتون بر بار پشتبان مدارسی که جاش درس دادن به کودکان بود در خون خود قلتیده بودن؟ کدوم دلهای خونین شما آقای نوریزاده؟ همیاران عزیز، این مقاله آقای علیرضا نوریزاده برای یاس عرفات ها. برادرم ابو عمار خوش آمدید، خب اینو براتون خوندم. بله، بعد میگه شما انقدر حادثه ساز آمدید که نتوانستیم فرش بگستریم. اتفاقا آقای نوریزاده، میدان جاله برادرتون ابو عمار با تیراندازی به مردم ایران حماسه آفرید برای خمینی، اون سفره رو اجساد مردم ایران رو پرت کردن، کافی نبود؟ آقای نوریزاده میگه شما انقدر حادثه ساز آمدید که نتوانستیم فرشی بگستریم، از چشمهای پراشک من که هنوز با وجود پیروزی انقلاب من سوگوار داغ شهیدان من بود. آقای علیرضا نوریزاده، شما همون کسی نبودید که در وایس آف آمریکا سال قبل گفت انقلاب شما به پایان رسید وقتی شاپور بختیار نخست وزیر شد؟ حالا به اونجا هم میرسیم اگه وقت برنامه اجازه بده، که شما آقای علیرضا نوریزاده در 27 دیما شعر عاشقانه برای خمینی گفتید، این که بعد از نخست وزیری شاپور بختیار بود. آقای علیرضا نوریزاده، شما این مقاله رو کی نوشتید؟ آقای علیرضا نوریزاده، شما در وایس آف آمریکا و در روزنامه کیهان چاپ لندن سالها بعد مقاله نوشتید که به این فلسطینی ها شک داشتید که در فاجعه میدان جاله سهیم بودن. اگه شک داشتید چرا اومدید این نامه رو به برادرتون ابو عمار نوشتید؟ دوستان عزیز، من چون وقت برنامه‌مو کمه امروز خیلی از این مسائل رو میخوام باز کنم، امیدوارم دوستان راحت باشن دیگه و صدای من رو خوب دارن و تلویزیون هم خوشبختم که این پخش میکنه. آقای علیرضا نوریزاده، این سند رو برای شما نشون دادم، شما اومدید و اعلام کردید در رسانه های پس از انقلاب سالها بعد که با آمدن شاپور و بختیار انقلاب شما پیروز شد، پس این چه شعری بود شما نوشته بودید؟ آیا دلیلش این بود که پدر شما در محضر آقای شمس قنات‌آبادی درس خونده بود؟ آقای علیرضا نوریزاده، آیا شما به پیشواز ابو عمار یاس عرفات رفتید؟ چرا؟ چون شمس قنات‌آبادی و آیت الله کاشانی همکار یکی از نزدیکترین دوستان آدولف هیتلر بودن؟ آقای علیرضا نوریزاده، منتظر پاسخ شما هستم. آیا غیر از اینه که محمد امین الحسینی به گفته ای یکی از دایی عمو دایی یا عموی آقای یاس عرفات که عکساش با آدولف هیتلر موجوده و مفتی شهر اورشلیم بود از همکاران و یاران نزدیک آیت الله کاشانی بود و از حامیان فدایان اسلام در ایران بود و نزدیکی خانوادگی شما با فدایان اسلام شمس قنات‌آبادی و آیت الله کاشانی شاید این باعث شد
که شما در همون نجفی که در سال 1941 شخصی به نام گیلانی با همکاری آدولف هیتلر کودتا میکنه و به قدرت میرسه، شما در همون نجف برید با خانوادتون عربی یاد بگیرید، به ایران برگردید، نزدیک شمس قنات آبادی آیت الله کاشانی بشید. بعد تا به گفته این رو من حقیقت رو به دوستان بگم، بسیار گشتم تا این کتاب پیدا کنم، ولی امدادهای غیبی ترجمه فارسی کتاب فلسفه انقلاب آقای عبدالناصر ایرانستیز رو امدادهای غیبی از اینترنت محو کردن، همون امدادهای غیبی که در ویکی‌پدیا ابراهیم یزدی رو فرشته آزادی عنوان کردن و در یوتیوب دونه دونه کلیپ ها و اسنادی رو که اینها رو رسوا میکنه یک یکی پاک میکنن، همون امدادهای غیبی هم نذاشت که من امروز بتونم در تلویزیون جلد اون کتاب رو نشون بدم که بگم شما مترجم اون کتاب بودید. حالا این مسئله رو باز میذاریم. آقای علیرضا نوری‌زاده، آیا شمایی که اینگونه یهود ستیزی رو در اون زمان گفتم مسائل الان کوتاه عنوان کردم چون وقت برنامه خیلی کمه و فشرده است و من قول دادم که بیشتر از یک برنامه برای شما تلف نکنم. آقای نوری‌زاده عزیز، من سوالم از شما اینه، باید پاسخگو باشید، شما زمانی که اومدید در رابطه با یاسر عرفات در کیهان چاپ لندن، بذارید اون قسمت رو برای دوستان بیارم، بله شما الان این مطلب رو برای دوستان ایرانیمون همیانانمون خوندم که شما در مجله امید ایران که سردبیرش بودید گفتید برادرم ابو عمار جلده آمد، خوشا به حال ایران. حالا برای شما اینو میگم آقای علیرضا نوری‌زاده، شما اومدی در روزنامه کیهان چاپ لندن و نوشتی باورم نمیشد آخرین بار که ابو عمار را دیده بودم پس از سقوط اردوگاه تل اسد در بیروت بود. ارتش سوریه اردوگاه را از سر ساکنانش ویران کرده بود و صدها فلسطینی با گلوله چین برادران سوری به خاک افتاده بود. بعد ادامه میدی میگی شبی در حجاب تاریکی ابو عمار آمد، ابراهیم قلیلات رهبر ناصری ها و گروه مرابطون و ابو جهاد با او همراه بودن. نمیدونم شما هم اونجا حتما سفره فهم میکردی و میگه خسته و پردر با قبارالود بر زمین نشست، پیامی برای امام موسی صدر داشت و بی مقدمه گفت صدر رحمت به شاه و ملکه شما. آقای نوری‌زاده چی شد؟ تو مجله امید ایران که از قلبهای خونی و شهدایی که شاه کشته بود مینوشتی، بعدم میاد کیهان چاپ لندن چون میدونه سیمال هواداران پادشاهیه تو دهان یاسر عرفات میذاری میگی صدر رحمت به شاه و ملکه شما. آقای نوری‌زاده شما در این مقاله نوشتی، در همین مقاله برای در کیهان چاپ لندن نوشتی مرگ بر هرچه انقلابی و بعثیست، از دهان آقای یاسر عرفات میگی صدام بدتر از اسد و قذافی و تر از حقی آنهاست، از دهان یاسر عرفات. مگه یاسر عرفات نرفت کنار صدام حسین زمانی که صدام حسین ایرانی میکشت؟ من این مطالب رو خیلی سریع برای دوستان میخونم تا با زد و نقیص های گوناگون آقای علیرضا نوری‌زاده در روزهای مختلف آشنا بشید. آقای علیرضا نوری‌زاده به نظر من دنبال روی آلبرت اینشتینه. آلبرت اینشتین نسبیت زمان رو ثابت کرد و آقای علیرضا نوری‌زاده هم سند اونه. علیرضا نوری‌زاده زمانی که تنور داغه در مجله امید ایران برادرم ابو عمار و میره پلوی براتون عکس رو گذاشتم، پلوی یاسر عرفات بغلش میکنه، گریه میکنه و میگه دل ما خونه از قتل عام‌های محمد رضا شاه پهلوی. بعد سالهای بعد که باد عوض شده چرخشش و کیهان چاپ لندن شاید پولی میده و اون مال اون موقع طرفداران پادشاهی بود، الان همه رو بیرون کردن از اونجا، اون موقع آقای نوری‌زاده یهو میگه یاسر عرفات خوندم براتون صد رحمت به شاه و ملکه شما. من این آقای دوستان میخونم تا ببینید اگه امروز آقای نوری‌زاده در باره آقای متی دروغ میگه، قدیم هم این کار رو میکرده، این شخص عوض نشدنیه. به استقامت کعبه این شخص هم در فرهنگ سیاسی خودش خیلی استقامت داره. آقای علیرضا نوری‌زاده عزیز،
در واقع یهودی ستیزی صحبت کردم. جالب الان میرید رادیو اسرائیل، ولی خب اون روزگاری که آقای الحسینی عزیز بود رو خیلی دوست داشتم این رو از دهان شما بشنوم که چطور شما تغییر کردید. شاید آب و هوای کالیفرنیا، آب و هوای لندن باعث شده و شاید هم پولهایی که میرسه. آقای علیرضا نوری‌زاده عزیز، حتی عزیز رو میگم چون قصدم توهین به کسی نیست، امیدوارم این رو فردا برای من هم مقاله ننویسید، برادرم خسرو فرابهر. یک تصویر دیگه اگه دوستان لطف کنن در اتاق فرمان، تصویر شماره یک رو اگه بذارن، خوشی آقای نوری‌زاده از اعدام‌ها و کشتارهای اول افتضاح 57. اگه اتاق فرمان لطف کنن، چون من صداتون رو ندارم. تصویر شماره یک رو اگه لطف کنن، به نام خوشی آقای نوری‌زاده از اعدام‌ها، تصویر شماره یک رو در تلویزیون بذارید اگه لطف کنید، که من وقتی صحبت میکنم این تصویر هم دیده بشه، چون دوست دارم واقعا صحبتام با سند باشه. من قصدم توهین شخصی به هیچ کسی نیست، ولی بعضی مسائل باید یک بار حل بشه. دوستان عزیز، این تصویری که فکر کنم الان در تلویزیون گذاشته شد و دارید می‌بینید، قسمتی از مقاله آقای نوری‌زاده به نام نگاه سردبیر با عکس خودشونه. آقای علیرضا نوری‌زاده، نام مقالهشون هست آقا را برای ما باقی بگذارید. عکس جوانی هاست، چقدر هم رشید بودن، ریش زیبا. الان ریش رو برداشتن چون دوران ریش گذاشتن مثل که تمام شده. در اون زمان ایشون نگاه سردبیر با امضای خودشون، شما امضا رو در کنار عکس ایشون می‌بینید. آقای علیرضاده میگه آقا رو برای ما باقی بگذارید، انگار مثلا خمینی شیرنی و کیکه که به ایشون سر نرسه. آقای علیرضا نوری‌زاده میگه بار دیگر ترفندی از آستین گروه های فشار بیرون آمده است. صاحبان انگشت تکفیر و اتهام، آنها که روزی مدعیان حاکمان وقت، یعنی طرفداران پادشاهی رو میگه، بازم ما گناه داریم. خودکامه بزرگ شاه و دار دستش بودن، صحبت آقای نوری‌زاده است، خودکامه بزرگ شاه و دار دستش بودن، آنها که تصاویرشان در کنار آن مخدره وزیر آموزش و پرورش، این مخدره خانم آموزش پرورش، میدونید کیو میگه؟ خانم فرخوی پارسا. دوستان عزیز به این عکس نگاه کنید، یک سند تاریخیه، امضای آقای علیرضا نوری‌زاده. میگه آن مخدره وزیر آموزش و پرورش، خانم فراخوی پارسا رو توضیح بدم، در اون روزها اعدام کردن و کشتن به طرز فجیع. خانم فراخوی پارسا نخواست که حجاب برتنش کنه و در دادگاه خودش هم گفت اعدامم کنید، حجاب بر سرم نمی کنم. و چند روز بعد آقای علیرضا نوری‌زاده اومد این مقاله توهین‌آمیز رو نسبت به بانوی نوشت که کشته بودنش، فرخوی پارسا. نکته جالب اینه که آقای علیرضا نوری‌زاده سال قبل، اشتباه نکنم، یا دو سال قبل در وایس آف آمریکا برنامه‌ای داشتن و یک ساعت روزخونی می‌کردن از اینکه خواهر عزیزشون فرخوی پارسا رو خمینی کشته بود. من از آقای علیرضا نوری‌زاده سوال می‌کنم، این عکس و امضای شما و این مقاله شما الان جلوی صفحه تلویزیونه، نمیدونم شما که میگید آن اولیا مخدر وزیر آموزش و پرورش که مداح دولت خودکامه بزرگ شاه بوده، در فردا پس فردای اعدام خانم فرخوی پارسا، شما چطور میشه 30 سال بعد میرید در وایس آف آمریکا و میگید دلتون خون بود از مرگ فرخوی پارسا؟ این سوال من رو هم به منی که به گفته شما طرفدار اون محمد رضا شاه پهلوی هستم پاسخ بدید. در همین تصویری که برای شما گذاشتم، اگه هنوز اون تصویر رو به تلویزیون باقی بذارن، سند دیگه رو میخوام بهتون ارائه بدم، با عکس آقای نوری‌زاده جوان‌تر بودن. پنجشنبه 26 بهمن ماه، آقای علیرضا نوری‌زاده اون موقع یکی از مدیران داخلی روزنامه اطلاعات بودن. ایشون در 19 سالگی در زمان محمد رضا شاه پهلوی، کشوری که اینقدر آزادی داشت، که ایشون از خانواده اومده بودن که دشمن پادشاه بود، خودش دشمن پادشاه بود، ولی تونست در 19 سالگی در قسمت داخلی روزنامه اطلاعات، یکی از پرتیراژترین تلویزیون های اون مملکت، به مقام برسه.
آقا همین جوان 19 ساله بعدها عکسشو دارید میبینید در همون روزنامه اطلاعات. ببینید چی میگه آقای نوروزاده در پنجشنبه 26 بهمن با نوشته خودش میگه امروز روزنامه تعطیل بود، فرصتی پیش آمده بود برای آن که تأمل کنی به حوادثی که در 5 روز گذشته پشت سر گذاشته بیاندیشی. خب دقت کنید به تاریخ خانم آقایون، 26 بهمن 57. فرصتی پیش آمده بود برای آن که تأمل کنی به حوادثی که در 5 روز گذشته پشت سر گذاشته بیاندیشی و راز بزرگ پیروزی ملت سربلندت را پیدا کنی. ده صبح تلفنی خبر می شوم که امروز دادگاه انقلاب اسلامی تکلیف بسیاری از مزدوران رژیم شاه و عوامل وابسته و جنایتکار را تعیین می کند. با این حادثه مگر می شود آرام نشست؟ باید به هر شکلی هست در ستاد انقلاب حاضر شد. مقابل ستاد مثل همیشه جمعیت موج می زند. شاخک های ارتباطی را باید به کار انداخت. باید فهمید چه خبر است، چه رویدادی در حال انجام گرفتن است. خانم آقای اون جمله رو دوباره براتون میخونم. میگه ده صبح تلفنی خبر میشدم که امروز دادگاه انقلابی اسلامی تکلیف بسیاری از مزدوران رژیم شاه و عوامل وابسته و جنایتکار رو تعیین میکند. دوستان هنوز شما اون صحنه رو بر روی تلویزیون میبینید، سمت چپ اگه نگاه کنید این مقاله هست. سپاسگزارم از دوستان اتاق فرمان که این تصویر رو گذاشتن، خیلی متشکرم. خب خانم آقای عزیز، من از شما سوال میکنم. البته برای من، چون که من تصویر رو شخص، چون برای من بعضی ها میگن اون سمت دیگر بود، دو قسمت دو تا مقاله بود. خانم آقای عزیز، امیدوارم صحبت های من تا به حال بر مبنای سند بوده. من از شما میخوام یک سوالی بکنم و این سوالم رو دوست دارم امروز یه رو آخر برنامه تلفن ها رو باز میکنی، روده بکنم یه رو به دیگه تلفن ها رو باز میکنی، میتونید بیا جواب بدید. خانم آقایون، چرا وایس آف امریکا هیچ وقت امثال من رو نمیاره یا نسل شما رو نمیاره که با مردمشون صحبت کنه؟ آیا شما فکر میکنید CIA و دستگاه دولت آمریکا این مقالهایی که من پیدا میکنم و شما پیدا میکنید رو نمیدونه؟ آیا شما فکر میکنید وایس آف امریکا نمیدونه وقتی آقای علیرضا نوریزاده به نسل جوانی که به خاطر سانسور اینترنتی مقاله های نوریزاده رو نمیبینه و نوریزاده میاد براشون اشک تیمساه برای تیمساه رحیمی میریزه، آیا خانوما آقایون نمیتونن به من جواب بدن بگن آیا دولت آمریکا هم این رو نمیدونه؟ اونا میخوان برای ایران یک جیالورگا بسازن، ایران رو سپیچه کنن و ایران رو همون کاری که با عراق و افغانستان کردن با ایران بکنن. میدونن که امثال من و شما هرگز تن به این خاری و ذلت نمیدیم، ولی کسی که مثل آقای نوریزاده برادرش ابو عمار باشه و امامش خمینی باشه، یه روز براتون خوندم 26 بهمن خوشحالی بکنه، شوق و شعف بکنه از کشتن اونا، براتون خوندم 30 سال بعد میشینه میگه من که نبودم. آقای علیرضا نوریزاده، 26 بهمن 57، مگه شما نگفتی با آمدن بختیار انقلاب شما تموم شد؟ خانم آقایون، اینا رو برای شما میخونم تا بفهمید که دیو دروغی که من و شما رو برباد داده. جامعه ای که دروغ گفتن رو قبول کنه، جامعه ای که احمدی نژاد و موسوی براش میارن، جامعه ای که دروغ گفتن رو تحمل میکنه و 32 سال خاموشی میکنه در برابر دروغ‌های علیرضا نوریزاده، براتون خوندم مقاله 26 بهمنشو براتون خوندم، مقاله 26 بهمن آقای نوریزاده که گفت خوشحالم که مزدوران رژیم شاه رو دارن میکشن، براتون خوندم. جامعه‌ای که همچین اشخاصی رو 32 سال تحمل میکنه، همون جامعه‌ای خواهد بود که آقای علیرضا نوریزاده میره در وایس آف آمریکا و میگه بچه‌های حماس، نمیدونم حزب الله لبنان، رنگ سبز رو در تظاهراتشون برده بودن که از رنگ سبز بچه‌های ایران دفاع کنن. خیلی آقای نوریزاده، این حرف شما هم دروغه.
چرا؟ چون که همه ما میدونیم که پرچم حماس اون گروه تروریستی که شما گفتید از بچه های ایران حمایت میکنن، دوستان میتونن برن ویکی‌پدیا هست، رنگ پرچم حماس سبزه. خیلی ساده است. برید از آقای موسوی بپرسید که چرا رنگ پرچم حماس رو برای مردم ایران انتخاب کرده. دوستان برن. و این برنامه رو من سال قبل در کنار خانم عبدی هم داشتم، در این باره صحبت کردم. خانم آقایون، چون وقت برنامه واقعا کمه، من امروز خیلی سریع دارم صحبت میکنم. مسئله آقای نوری‌زاده رو چندی مسئلهش رو گفتم. آقای علیرضا نوری‌زاده در 26 بهمن رو که براتون گفتم، که کار دیگه هم که انجام دادن در رابطه با شاپور بختیاره، و من بعدش امروز فکر کنم خانم عبدی هم هستن، اگه استودیو من لطف کنن که تلفن هم باز بشه اگه خواستن. ببخشید صدای من رو دارن دوستان اتاق فرمان؟ اوکی. نمیدونم امروز تلفن ها رو هم میشه گرفت؟ بله. تلفن برنامه رو میگم 201-818-564-4013. امیدوارم اگه کسی به خط میاد با ادب، با مرام ایرانی و کوتاه و مختصر. قسمتی دیگه از یک شعر عاشقانه رو میخوام براتون بخونم. دوستانی که فکر میکنم حالت رومانتیک میکرم گوش نکنن، چون من واقعا بعضی مسائل رو باید برای نسل جوان بخونم. شعر آقای علیرضا نوری‌زاده در عشق آقای خمینی، اگه اونو بتونم براتون پیدا کنم، چون اینا رو همه رو براتون سیف کرده بودم. بله، آقای علیرضا نوری‌زاده در 27 دیماه، خوب دقت کنید اون جریان 26 دیماه بود. حالا شعر آقای علیرضا نوری‌زاده، روزنامه اطلاعات 27 دیماه 57، میگوید: دیشب وقتی چراغ‌ها همه روشن شد، من چشم‌های سبز کبوتر را از پشت خواب خونی شهرم دیدم. دل به خمینی داره میگه، این مخاطب آقای نوری‌زاده خمینیه. چشمای سبز کبود خمینی، سبز هندی. وقتی چراغ ها همه روشن شد، من چشمای سبز کبودت را از پشت خواب خونی شهرم دیدم. وقتی تو بی‌دقیق از شهر ما گذشتی و رفتی، ما بردگان ننگ و جنون بودیم. حتی برای تو ما عشقای خود را پنهان کردیم. دیشب ولی در کوچه ها تمام صداها سرشار از سرور تو می شد. گلهای سرخ پرپر من را ای واژه های شاعر تاریخ از نو کفن کنید. خیلی نوری‌زاده، شما ایران را کفن کردید. آنها میان باد نشستند، آنها به دست باد شکستند. دیشب وقتی که شهر شیرین شد. آقای نوری‌زاده، من نمیدونستم خون ارتشیان ایران شیرین بوده، که شما می نویسید دیشب وقتی که شهر شیرین شد و کوچه ها تمامی آن کوچه های خون گل داد و نور داد. بر بام شهر تو ایستاده بودی و با صدای عاشق و سرشارت افسانه های گمشده را میخواندی. به خمینی میگه ها، اینا رو برای مثلا بریژیت باردو نمیگه. افسانه های گمشده را میخواندی، دیگر کسی تصویر مهربانت را در پشت ترس و بغضش پنهان نمی کند. مردم شکوهمند از رستن و رهایی فریادند و در انگاه شهر آن چشمهای سبز گذر دارد. اینک تمام مردم شهر از پیروز و سربلند و مجاهد. آقای مدیر تلویزیونی که وقتی اومدم و خط تلفنتون از آقای نوری‌زاده ایراد گرفتم، گفتید مجاهدان به نوری‌زاده حمله کردند، خب بهش میگفتید که شعر عاشقانه براشون ننویسه. از این اینک تمام مردم شهر از پیروز و سربلند و مجاهد، اینک تمام مردم شهر از سرشار و پرغرور و فدایی. در دستای من، در حرفای من، در شعرهای من، حتی در روزنامه ها من چیزی شکفته است، چیزی چنان تو زیبا، یعنی خمینی زیباست، ملکه زیبایی میشد، چیزی چنان تو زیبا خونین ولی معطر، چیزی شکفته است. و در میان این که آواز میبینم دامن و عاطفه، اینا بچه های گل سرخی بودن، همون گل سرخی که اگه اشتباه نکنم بچه های گل سرخی بودن، درسته؟ یا بیژن جزنی، خلاص بچه هایی که از این فدایی ها بودن و همون هایی که دست سیاه‌کر یکیشون میخواست برای ما جمهوری سوسیالیستی بسازه، اون یکیشون هم میخواست
از علی ابن ابی طالب مارکسیست رو بگیره. نمیدونم بچه‌های دامون و عاطفه بچه‌های بکنم یکی از این دو نفر بودن، حضور ذهن ندارم الان، و در این شعر هم ایشون نام اونها رو میاره. میگه بله الان دوستان میگن خط داریم، من این شعر الان تموم میکنم، یه خط دوستان عزیز، یه خط مونده این شعر تموم بشه. میگه دامان عاطفه چشم انتظار آمدن از بجاده های شرق اساطیری ایستادن، دیشب وقتی چراغ ها همه روشن شد من چشم های سبز کبودت رو دیدم. تهران سه‌شنبه شب 26 دیما علیرضا نوریزاده. دوستان میگن تلفنی داریم، من سراپا گوشم، بفرمایید. هلو بفرمایید، من صدای شما رو دارم، بفرمایید. جناب آقای خسرو فرهر، درود بر شما، من رو خط هستم. بله بفرمایید. من شما رو از اینترنت میبینم، فقط میخواستم در مقابل صحبت‌های شما گفته باشم که زمانی که هنرمند کشور من میخونه آقا خوبه، آقا ماه، آقای ما قلمزن و خبرنگار ما هم مثل آقای نوریزاده آقای ابو اماره رو برادر میدونه، خب اینها مزدوران و تازیانی هستند که در کشور ما ماشاءالله کم هم نیستن. 32 سال ملت ایران خاموش نشسته و توسری میخوره، بچه هاشونو به کشتن میده فقط به خاطر اینکه لطمه به اسلام نخوره. شما حرفاتون بسیار به جا و قشنگه و بسیار به نکات قشنگی اشاره میکنین. شرم بر ملتی که روزنامه نگارش و قلمزنش مثل آقای نوریزاده هزار چهره داشته باشه. من متاسفم از این بابت که شما بیشتر برنامه امروز خودتونو اختصاص بدین به آقای نوریزاده، ولی روشنگری رو هم حتما لازمه و از شما بسیار ممنونم آقای فرابهر، درود بر شما، سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما بانوی گرامی. من اول برنامه هم از همیهنانم معذرت خواستم، پوزش خواستم که برنامه امروزم رو به این شخص من اختصاص میدم، ولی اگه شما برنامه دیگر من رو دیده باشید، نقطه ثقل برنامه من معمولا هویت ملی، فرهنگ ایرانی، تاریخ ایرانه و سامانه پادشاهی و مبارزه با جمهوری اسلامی. ولی همونطور که گفتم ایشون ریگی در کفش ما هستن و یه بار بعد این ریگ رو در بیاریم و من میخواستم در این رسانه یه بار این کار کرده باشم. اگه دوستانی از برنامه های من میخوان حمایت کنن، گفتم در فیسبوک یک سایتی به نام خسرو فرهر فنز درست شده، یا میتونن مستقیما با خانم عبدی تماس بگیرن در تلویزیون ایران آریایی و بگن از برنامه های من میخوان حمایت کنن. اگه من بتونم مبلغ خاصی رو برای برنامه داشته باشم، میتونم هفته سه بار برنامه داشته باشم. بفرمایید، خواهش میکنم، اگه تلفن دیگری هست در خدمت هستم. ببخشید بچه اتاق فرمان، بفرمایید. اوکی، اگه برنامه بود تلفنی بود به من بگید. دوستان عزیز، من یه بار دیگه میخوام مسئله رو توضیح بدم چرا این بحث رو امروز انجام دادم. ببینید 32 ساله همه ما میدونیم که بله، من یه جمله میگم و تلفن بعدی رو میگیرید. 32 ساله ما این آقا رو ملاقات کردیم، درد شدید داشته و دو تا آمپول کورتون به بازوش داده و 80-90 تا قرص استفاده کرده. از طرف دیگه گفتین این آدم خیلی با صداقت و صادقی بوده، من نمیدونم چی شده. من میخوام از جناب نوریزاده بپرسم، من که هیچ کارم، شما که دکتر هستین و همه چی رو میدونین، آیا یک لحظه فکر کردین که این حرفایی که این آقای مطهی میزنه از فرمایشات اون 80-90 قرصی باشه که شما خودتون گفتین در همین برنامه امروز من دیدم ممکن از فرمایشات اون 80-90 تا قرص باشه؟ چطور دنبال روی این آدم شدین اگر که شما ادعا میکنین که یک روزنامه‌نگار برجسته هستین و همه چی رو میدونین؟ حتی اگه یک کلاغ روی یه درختی بپره، شما میدونین این کلاغ در شاخ آفریقا با کلاغ دیگری گردو میخورده. چطور شد که شما به این آدم اعتماد کردی جناب نوریزاده؟ درود بر شما جناب خسرو فرهر. سپاسگزارم. اگه بشه من یه صحبتی بکنم، اگه تلفن دیگری نیست، تلفن دیگری داریم یا نداریم؟ جناب فرهر دو تا خط دیگه دارید، اجازه بدید که اینا رو هم گوش کنید. چشم، مرسی. روز بر شما، روی خط هستید، بفرمایید.
درود بر شما آقای بانو عبدی عزیز و درود بر خسرو فروهر گرامی. من صدام رو خط؟ بله گوش میکنم. من فقط وقت نمیگیرم، من میخواستم از این آقای خسرو فروهر صمیمانه تشکر کنم به یک علت، از دلایل زیادی هست، چون واقعا مستند صحبت کردن، ما این اسناد رو میدونیم بانو عبدی آقای خسرو فروهر، و از اینکه شما مستند صحبت کردید مو درزش نمیره. من صمیمانه از قدردانی میکنم، صمیمانه تشکر میکنم و درود بر شرف، درود بر اون شیر پاک مادرت بزن. من بیش از این وقت نمیگیرم، میدونم که وقتشون بسیار ارزش داره. قربونت برم، خدا حافظ، خرد نگهدار همه، بدرود. درود بر شما. بفرمید، روی خط هستید. خسرو فروهر عزیز صداتون رو میشنوه، بفرمید. بانو دخی عزیز، درود بر شما. درود بر تو عزیزم، بفرمید. من درود میفرستم به خسرو فروهر عزیز. شیرین هستم، امروز در منزل بوده، برنامه ایشان رو تماشا میکنم. فقط میخواستم درود بفرستم به ایشان و سخنان راستینشان درباره تاریخ غنی ما ایرانیان. من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط اینو میگم خسرو گرامی که راستی و درستی و شادی از پایه های استوار ایران سرفراز و آزاد هست. ما به شما جوانان افتخار میکنیم و سپاسگزاریم از زحماتی که میکشین و وقتتون رو میگذارین و انرژی دود رو مصرف میکنین به امید ایرانی آزاد و سرفراز. نیاکان ما به شما جوانان و به همه شما عزیزان افتخار میکنن. دخی گرامی، خدمت شدم، صداتون رو شنیدم. فدای شما باشم، لطف کردید عزیزم. بدرود و خدا نگهدارتون. بدرود عزیزم. یه خط دیگه آقای فروهر. درود بر شما. بیننده عزیز روی خط هستید، بفرمایید. آقای فروهر. بله با من. با آقای فروهر خیلی خیلی متشکرم از صحبت‌های مستندی که می‌فرمایید. و آقای فروهر، من امروز خودم یک ایمیل برای ایشون فرستادم برای آقای نوریزاده و گفتم بیخود شما وقت ما و ملت ایران رو تلف نکنید، شما استوری تلرین، شما این داستانای شب قصه بگید، شما رو چه به سیاست به هر روز یه رنگ عوض میکنید. ولی به طور کلی آقای فروهر، اگر تنها آقای نوریزاده نیست، اگر این ملت ایران، اونایی که طرفداری اسرائیل و یاسر عرفات و اینا رو میکنن، دو تا دلیل بیارن که به چه علت اینا با اسرائیل بدن و طرفدار فلسطینن، باور کنین که یه جایزه دارن. اینا خودشون هم نمیدونن که چی میخوان و پیرو چی هستن و چرا با اسرائیل بدن و با فلسطین خوب. آقای نوریزاده که دیگه جای خودش داره که با دانایی این کارو کرده. در حضرت از برنامه خوبتون ممنون، امیدوارم که موفق باشین و من واقعا به شما افتخار میکنم به عنوان پسرم. متشکرم، خدا حافظ. آقای خسرو فروهر، اگه تلفن دیگری نیست، تلفن حاضر نیست خسرو جان، در حال حاضر الان خطی نداری، ولی من در استودیو هستم، بفرمایید. خانم عبدی ببخشید، برنامه من چقدر باقی مونده وقتش؟ 5 دقیقه گویا باقی است. خب اگه 5 دقیقه است دیگه تو این 5-6 دقیقه آخر من دیگه تلفنی نگیریم که من برنامه رو خاتمه بدم. بفرمایید، ادامه بدید. پس خانم آقای عزیز، من اگه امروز خیلی سریع صحبت کردم پوزش میخوام. حقیقت رو بگم، من چندین صفحه براتون آماده کرده بودم و اغراق نمی کنم، یعنی من یک دفتری جلومه و نزدیک 3 صفحه فقط جمله وار من مطلب آماده کرده بودم براتون از زد و نقیص های آقای نوریزاده، و تمام مدت شتابی که در صحبت من این بود که من نگاهم به ساعت بود. بچه ها اتاق فرمان میدونم من چند تا کلیپ فرستاده بودم، الان کاش که میتونستم بیان روی خط واقعا شهادت بدن که من چندین کلیپ مختلف آماده کرده بودم امروز پخش کنم براتون در رابطه با ایشون، ولی مطالب انقدر فشرده بود و من به خودم قول داده بودم فقط یک برنامه رو برای ایشون تلف میکنم. برای همین باور کنید مسائل انقدر زیاد بود. در پایان برنامه امروز میخوام اول یک نکته رو به شما بگم، چرا من این مسئله رو باز کردم. بازم تکرار میکنم، مشکل من آقای نوریزاده نیست، شخص خودش. مشکل من فرهنگیه که آقای علیرضا نوریزاده نمایندگی میکنه. علیرضا نوریزاده برای من آینه از وضع فرهنگی جامعه‌ای که دروغ گفتن رو میپذیره
دروغ گفتن رو زرنگی میدونه و دروغ گفتن رو تحمل میکنه. در هیچ کشور آمریکایی شما نمیبینید که یک خبرنگاری برای شما چند مثال آوردم. خانم فراخوی پارسا رو امروز با سند براتون گفتم، برید صحبت‌های آقای علیرضا نوری‌زاده در وایس آف آمریکا در بایگانیش هست که چگونه برای فراخوی پارسا اشک تمساح می‌ریزه و بعد امروز در برنامه خودم با سند با عکس با امضای ایشون اون جملات مستهزن رو مستهجن رو درباره ایشون براتون آوردم سالها قبلش. ایشون اومدن در تلویزیون وایس آف آمریکا برای اینکه کسب حیثیت بکنن بر ضد کشتارهای خمینی و کشتن ارتشیان ایران صحبت کردن. برای شما دو تا مطلب مختلف آوردم، یک مطلب رو تازه وقتم نشد بیارم، مقاله روز پس از اعدام رحیمی و نصیری و اسداده که اون قسمتشو واقعا امروز وقت نشد که میگه دلم فرداش در روزنامه اطلاعات این چاپ میشه که متاسفانه وقتمون تموم شده بود. این هم یه قسمتش بود. قسمت دیگرش در همکاریش با یاسر عرفات بود قبل از اینکه آقای نوری‌زاده پاش به وایس آف آمریکا باز بشه. در جای دیگه وقتی که جورج بوش در آمریکا به قدرت رسیده بود یهو از یاسر عرفات دوری میکنه، در یه جا به یاسر عرفات میگه خوش آمدی که شاه ظالم رو ما رو کش، در جای دیگه تو دهن یاسر عرفات میذاره که یاسر عرفات هم طرفدار شاه بوده. ببینید خانم آقایون، در هر کشوری شما این زد و نقیص ها رو از یه خبرنگاری بشنوی از حداقل از رسانه های معتبر اینو بیرونش میکنن. در کشور اتریش هم بله روزنامه هایی هست بهش میگن بولوارد سایتون، یعنی روزنامه های بولواری که اینا خب کارشون نمیدونم چی میگن از این خبرهای چاخانه و مردم هم خب وقتی نمیدونم دهشوی رفتن و نمیدونم از این کارها دیگه، یعنی روزنامه های معتبری نیستن. در هیچ جامعه ای همچین کسایی رو به رسانه های دولتی نمیبرن. از خودمون سوال کنیم، وایس آف آمریکایی که پولش رو دولت آمریکا میده و به اصطلاح میخواد مردم ایران رو برای آزادیشون کمک کنه، چرا در اون رسانه آقای علی سجادی فرزند یک آخوند، آقای علیرضا نوری‌زاده فرزند یک آخوند، آقای سازگارا که اصلا خودش آخونده کرواتیه و امثال اونها جا دارن، ولی آقای سور اسرافیل بهروز سور اسرافیل حق صحبت کردن نداره؟ سوال میکنیم از خودمون دیگه. خانم آقایون، این فرهنگی که ما باید جلوش وایستیم. من از یهودی ستیزی آقای علیرضا نوری‌زاده دوری کردم در 32 سال گذشته، ولی هرگز نوکری اسرائیل رو هم نکردم. آقای علیرضا نوری‌زاده یا اینی یا اونی، آقای علیرضا نوری‌زاده و یارانتون یه بار بیاد به ایران فکر کنید، فقط به ایران فکر کنید. آقای علیرضا نوری‌زاده، من از نسل سوخته و نسل جوان تر از خودم، ما هممون با هم در یه خطیم. ما فهمیدیم آنچه که در سال 57 ایران رو نابود کرد فرهنگ دروغ گفتنه. برای همین امروز در برنامه همه صحبتایی که می‌کردم با تصویر روزنامه بود، با فایل بود، با گفتن نام، زمان، مکان بود که مستند صحبت کنم. چرا؟ چون میخوام یه بار در جامعه همون من، آقای سعید شمیرانی، خانم عبدی راه جدیدی رو بریم که هر سخنی که میشه آقای علیرضا نوری‌زاده به جای قسم حضرت عباس خوردنهای شما که به گفته خانمی که پای تلفن اومده شما واقعا با هر کسی که صحبت میکنی از بچگی میشناختی، با جان اف کندی که از بچگی رفیق بودی، نمیدونم با یوری گاگارین که یه قلقل بازی میکردی، با پدر خامنه‌ای که نمیدونم در باغ مشهد الک دولک بازی میکردی. آقای نوری‌زاده، من یکی از کارهای شما خسته شدم، دست از سر نسل من بردارید، برید حقوق بازنشستگی خودتون رو از وایس آف آمریکا و MI6 و جای دیگه بگیرید، دست از سر این نسل بردارید. شما زحمتتون رو برای برادر ابو عمار و اون امام چشم سبزتون خمینی دیگه شعرتون رو خوندم کشیدید. من دیگه نمیخوام شما و امثال شما برای من جمهوری دموکراتیک اسلامی بسازید. جمهوری دموکراتیک اسلامی رو به شما آقای نوری‌زاده، با آقای سازگارا و بقیه آخوندهای چشم سبز پیشکش میکنم. دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شده، شاد و پیروز باشید. یه ذره سعی کردم ایشونو مسخره کنم،
که واقعا تلخی این مبحث کمی با خنده های شما واقعا، چون واقعا من تعجب میکنم که یک ملت و یک مردم 32 سال این دروغ ها رو تحمل میکنه. من یه خواهش از اتاق فرمان داشتم، اگه اجازه بدن در پایان برنامه به جای اینکه کلیپ آخر برنامه رو پخش کنیم، آیا امکانش هست که ما بیاییم یک کلیپی بذاریم که اون کلیپی بودش که برای شما فرستادم، کلیپ شماره 2 برای اتمام برنامه ایران پیش از افتضاح 57، اگه امکانش داره که تصاویری هست از بانوان ایران پیش از سال 57 و بانوان ایران پس از سال 57، تا بفهمیم که اگر ما دروغ رو از کشورمون بیرون نکنیم چه بلایی بر سر کشورمون میاد. اتاق فرمان های امکانی هست براتون؟ خب سپاسگزارم. پس در اتمام برنامه اون کلیپ رو نگاه میکنیم، ایران پیش از افتضاح 57. سپاسگزارم که امروز در کنار من بودید، امیدوارم که هفته دیگه بتونم به بحث همیشگی خودم، هویت ملی، هویت تاریخی و هویت فرهنگی ایران بپردازم. پاینده باشید، پاینده ایران و پاینده باد ایران آزاد پادشاهی. خدا نگهدار.